بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به سلسله درس های پاتولوژی خود امروز در ارتباط به سندروم زجرت تنفسی یا ARDS یا Adult Respiratory Distress Syndrome صحبت میکنیم. برزی که موضوع را خوب بفهمیم، تصویر از یک الویولای نارمل است، اینجا من شما رسم میکنم و در ارتباط به او تشریحات میتونم تا بفهمیم که ARDS چی است. این اسناخ یا الویولای ها به شکل ساختمان می داشته باشند، شکل بخانه، دیوار بسیار نازک دارند، هوا از طریق مجرای هوایی به اینجا می آید، جریان خون از طریق رگای کوچک کوچک نزدیک الویولای ها می رسه و بین الویولای و رگای خون تبادل گازات صورت میگیره. یک دیوار بسیار ظریف و نازک است. از یک طرف اکسیژن و اینا میاد داخل رگای خون و از طرف دیگه کاربن دای اکساید دوباره به این شکل میره به الویولای ها و از طریق مجرای هوایی به بیرون تنفس میشه، به اصطلاح کشیده میشه. اینمی مسافره این مسافه را به نام الویولر وال یاد میکنن، یعنی این مسافه که از یک طرف رگای کوچک خون آمده و از طرف دیگه الویولای ها آماده است که تبادل گازات انجام بده، این به نام الویولر ممبرین یاد میکنن. این ساحره که بر شما رسم میکنم. خب در ارتباط به این فیزیولوژی ساحه در ابتدا صحبت میکنیم. داخل الویولای ها قسمی که اینجا هم در تصویر میبینین، یک طبقه نازک از حجرات است که فرش کرده که به نام تایپ 1 نیوموسایت یاد میشه. یک طبقه نازک از حجرات اپیتل به نام تایپ 1 نیوموسایت و میبینین تایپ 1 نیوموسایت مقدار زیاد است و بعضی جایا هم حجرات دیگه که اینجا به این شکل بر شما نشان داده تا متمایز شوه، یعنی در هر چند مثلا میلیمیتری یک حجره مشخص دیگه موجود است به نام تایپ 2 نیوموسایت که وظیفه این تایپ 2 نیوموسایت ها تولید سرفکتانت است. در ارتباط به اهمیتشان ما صحبت میکنیم. های داخل الویولای ها توسط تایپ 1 نیوموسایت ها و تایپ 2 نیوموسایت ها فرش شده. یک مسئله. مسئله دیگه داخل عروق شریه یا کپیلری یا رگای خون، به همه تا میفهمین یک طبقه نازک از حجرات از بنام اندوتیلیال لیر که بارها ما صحبت کردیم و گفتیم که طبقه از دستی وظایف زیاد انجام میده ایره به نام یک عضو میشناسن که در بینشونه کرویات سرخ و کرویات سفید و چیزهای دیگه جریان میداشته باشن. این یه به اصطلاح لومنیک کپیلری ده بر ما نشان داده، یک عروق شریه که در بینش جریان خون جریان داره. این داخل یک الویولای ها داخل رگای خون و این مسافه بینشان، اینی مسافه اینی جایی است که تبادل گازات صورت میگیره. ای حالت نرمال. The ARDS یا Acute Respiratory Distress Syndrome چی اتفاق میفته؟ ای از نظر تعریف عبارت از عدم کفایت تنفسی در جریان یک هفته پس از شروع یک آفت ریوی است. یعنی در صورتی که یک پاتولوژی در ریه ها پیدا شوه در الویولای ها و در جریان یک هفته عدم کفایت سیستم تنفسی شخص فعل بسازه، ایره به نام ARDS یا Acute Respiratory Distress Syndrome یاد میکنه. کل پاتولوژی دی چی است که می الویولای هایی که باید با بسیار ظرافت کار بکنن، پس کنیم یک ساختمانش باشه و رگای خونم در نزدیک شامده باشه که تبادل گازات صورت بگیره، در ARDS پاتولوژی که وجود داره ای است که اینی دیوار الویولای ها تخریب میشه.
این ساحه تخریب میشه در اثر التهاب و دوباره وقتی که پس ترمیم میشه با ضخامت بیشتر ترمیم میشه. در نتیجه هوا داخل الویولای ها میایه خو ضخامت غشا زیاد شده نمیتونه که بره داخل رگای خون. به این شکل کاربون دای اکساید نمیتونه پس داخل الویولای ها بره. یعنی تبادله گازات صورت نمیگیره. هوای پاک میایه منتظر میمانه داخل شده نمیتونه و هوای ناپاک هم میایه بیرون شده نمیتونه. تهویه ونتیلیشن خراب میشه و این سبب میشه که مقدار اکسیژن داخل دوران خون به اندازه کافی پایان بیه و بعضا سبب کبود شدن دست و پای شوه که باز اصطلاحی به نام سیانوزیس هم آورش استفاده میکنیم. خب این تو یک مریضی است. اکیوت ریسپیراتوری دیستریس سندروم. اسباب ARDS اسباب زیاد داره. هر عاملی که سبب شوه امی الویولر کپیلری ممبرین تخریب شوه، هر عاملی که سبب شوه یا ای حجراتی که در الویولای هاست یا هم حجراتی که در داخل رگاه این حجرات اندوتلی که مثلا وظیفه‌شانی است که در این ساحه در تبادل گازات سهم بگیرن، هر عاملی که سبب شوه این دو تخریب شوه زمینه رو برای ARDS مساب میسازه. مثلا سپسس یکی از معمولترین دلایلش است. وقتی که میکروب در داخل دوران خون بسیار زیاد شود میتونه مستقیم این حجرات اندوتل تخریب بکنه. نیومونیاس میکروب است. بعض وقتا اکیوت پانکریاتایتیس ای کارا میکنه. اسپایریشن شخص شورش خوب نمیباشه. متویاتی که باید برده داخل میده میاید مجرای تنفسی و در اونجا التهاب به وجود میاره و بالاخره سبب ARDS میشه. به شکل بزن عملیات های بطنی، صدمات که در دماغ، اکسال عمل های ناشی از انتقال خون یا بلد ترانسفیژن ها، اینا رو هر کدام شد ارتباط به میکانیزم هایشون صحبت میکنه. ساده می از هر عاملی که بتانه اینی طبقه را یا هم این طبقه را تخریب بکنه. خب جایی که تخریب شده اونجا التهاب وجود میه و این تخریب وسیع باشه، منتشر باشه، سبب ایجاد التهاب منتشر شوه، زمینه را بریزی مساید میسازه که ARDS وجود بیه. این ساحه در اثر تخریب و ترمیم با ضخامت بیشتر ساخته شده و دیگه تبادل گازات صورت نگیره. اینجا ببینید یک تصویر است. طرف چپ اینی طرف یک الویولای نرمال نشان میده و این طرف هم الویولای که مصاب به ARDS شده. یادمان نره که در این اواخر معمولترین دلیل ARDS ویروس کروناست. به میخواد رسلا ARDS شاید شما زیادتر شنیده باشین. برحال یک الویولای نرمال نشان میده که ببینین از چی ساخته شده و چه قسم باید ساخته شده باشه. مجرای اویی که هوا را به داخل الویولای ها میاره توسط یک طبقه حجرات اپیتل فرش شدن. وقتی که در الویولای ها میرسن به نیوموسایت ها تبدیل میشن، نیوموسایت تایپ 1 و نیوموسایت تایپ 2. نیوموسایت تایپ 1، نیوموسایت تایپ 2. در بین الویولای ها ما ماکروفاژا رو به صورت نرمال معمولا می داشته باشیم. ماکروفاژا وظیفه‌شانی است که مواد اجنبی که تا الویولای ها می رسن و بلعور بله بکنن. تایپ 1 نیوموسایت و تایپ 2 نیوموسایت که وظیفه‌شان تولید سرفکتانت است. اگر اینجا متوجه شوین یک طبقه بسیار نازک کل الویولای ها را سطح شانه به این شکل با رنگ فیروزهی که معلوم میشه تو پوش کده سطح الویولای ها را. یک مایی است به نام سرفکتان جد میکنم. بینیم اینجا بر شما یک الویولای ها رسم میکنم و نقش سرفکتان تا در الویولای ها برتان میکنم. الویولای ها تا از دین تو حجرات فرش شدن
و تایپ 2 نیوموسایت هم وظیفش از ای است که در سطح الویولای ها یک طبقه نازک است مایی را به نام سرفکتان تولید بکنه. در حقیقت چی است؟ سرفکتان تا چی هستند؟ یعنی می طبقه الویولای ها با وجودی که در تبادله گازات سهم دارند، الویولای ها یعنی می طبقه نازک که داخلشان است مایی است. یعنی تقریبا هر 4 مولکول آب است و 1 مولکول در وسطشان سرفکتانت. یعنی الویولای ها همین کیسه های هوایی که میگن در حقیقت توسط یک طبقه نازک از آب فرش شده و به خاطر ازی که آب کشش سطحی داره، یک مولکولش میتونه دو سه مولکول دیگهش جمع به خود کش بکنه و اگر سرفکتانت در بین نباشه کلی آب میتونه که از دیوار بریزه به داخل و الویولای ها را به اصطلاح کلپس بکنه، جمع بکنه. به خاطر از اینکه این اتفاق نفته، ماده به نام سرفکتانت است، به هر 4 مولکول باد 1 مولکول سرفکتانت است و این وظیفه‌شانی است که اجازه نده مولکول های آب که تیگری خود یک جای شده در داخل الویولای ها بریزه. یعنی سرفکتانت وظیفه شی است که در حالت نرمال اجازه نده الویولای ها کلپس بکنه. این وظیفه سرفکتانت است. هر عاملی که سبب شود سرفکتان تولیدش کم شود سبب میشه که الویولای ها کلپس بکنه. یعنی یکی از ظریف‌ترین پدیده های است که در مثلا طبیعت در داخل بدن انسان ها است. جایی که کیسه به نام کیسه های هوایی یاد میشه این دقیقه توسط یک طبقه نازک از آب فرش شده و این طبقه نازک از آب هر لحظه احتمال زیر داره که بریزه به داخل الویولای ها و الویولای ها را بسته بکنه یا کلپس کنه. بخاطر که اینم تا اگه اتفاق نفته هر 4 مولکول باد از آب یک مولکول سرفکتانت است که اجازه نمیده مولکولای ها به داخل الویولای ها بفته و اونا را کلپس بکنه. هر عاملی که سبب شده سرفکتانت ساخته نشه سبب ازی میشه که الویولای ها کلپس کنه و اگه این منتشر اتفاق بفته کل ریه ها کلپس میتونه بکنه و دیگه در تبادله گازات سم نگیره. هی اتفاق است که در ARDS یا Acute Respiratory Distress Syndrome اتفاق میفته. اینجا شما میبینین در Acute Respiratory Distress Syndrome حجراتی که در داخل الویولای ها از تخریب شده تایپ 1 نیموسایت ها را شما میبینین تخریب شده، تایپ 2 نیموسایت ها را میبینین تخریب شده. همیشه وقتی در یک ساحه حجرات تخریب میشه اونجا نکروز، وقتی حجرات نکروز میکنه اتفاقی که میفته حجرات التهابی به ساحه میایه. هدف حجرات التهابی در اصلی است که همین حجراتی که تخریب شده نکروز کرده مرده ایاره از بین ببره تا بجاش حجرات نو ساخته شود. اما وقتی که پروسه منتشر باشه مثلا در 1 میلیون 2 میلیون الویولای همزمان باشه باز همیشه طبق و اصطلاح مراد بدن ما پیش نمیره، اتفاق نمیفته. شما اینجا میبینید که حجرات تخریب شده، حجرات تخریب شده سبب شده حجرات التهابی در صحنه بیایه یا فعال شوه. در ساحه التهاب به وجود آمده از داخل رگا حجرات التهابی خصوصا نیوتروفیلا مهمترین حجره که در ARDS چون حادثه اکیوت از سهم داره نیوتروفیلا و همیشه در اکیوت انفلمیشن نیوتروفیلا سهم زیاد می داشته باشه. یعنی در یک ساحه که حجرات تخریب شد توسط هر چیزی که باشه، ویروس کرونا باشه، سپسیس باشه یا هر چیزی که باشه، اولین اتفاقی که میفته نیتروفیلا در ساحه میره. وقتی نیتروفیلا در ساحه رفت سبب میشه که اینترلوکینا یا مواد التهابی را در ساحه تولید بکنه. این مواد التهابی در اصل هدفشان این است که التهاب خاموش بکنن، به فایده بدن کار بکنن، ولی در صورتی که منتشر باشه باز تخریبی که به جا میمانه مثلا عواقب خطرناک می داشته باشه. شما میبینین اینجا حجرات
شکل نرمال بود، اما در اینجا یه حجرات تخریب شده جایشان یک طبقه از کولاجن گرفته. خب کولاجن مثل حجرات تایپ نیوموسایت ها باز در تبادل گازات هم گرفته نمیتونه، به خاطر که دبل است و ظرافت که ضرورت داره نیست نداره. و از طرف دیگه در ساحه که التهاب به وجود میایه و اونجا فایبروبلاست ها کولاجن تولید میکنن، رشته های پروتینی تولید میکنن، بالاخره در نهایت اتفاق که میفته ای است که الویولر کپیلر ممبرین ظرافت خود از دست میده. اینجا چقدر نازک است و اینجا چقدر زخیم شده، اینجا چقدر غشا نازک است و اینجا چقدر زخیم شده، حجرات از بین رفته. در نتیجه دیگه تبادل گازات بین دو نقطه صورت نمیگیره، صورت که نگرفت اکسیژن خون مریض پایان میره، اکسیژن خون مریض که پایان میره به انساج مختلف اکسیژن نمیرسه و انساج مختلف مثل قلب، دماغ، گرده اینا شروع میکنن به نکروز یا مردن. ایره به نام ARDS یا Acute